چه چیز آدم را افشاگر میکنه چه چیز انسانی را وامی داره که خودش را از صف همکارانش جدا بکنه و چه بسا قانون را هم زیر پا بگذاره تا رازی را برملا کنه اون هم اغلب به بهایی سنگین کاترین گان در سال 2003 برای سازمان اطلاعاتی شنود الکترونیک بریتانیا یا جی سی اچ کیو کار میکرد او اطلاعات بسیار حساسی را درباره تلاش مخفیانه دولت امریکا برای اعمال نفوذ بر دیپلمات‌های سازمان ملل فاش کرد تلاشی که هدفش جلب پشتیبانی دیپلمات‌ها از جنگ عراق بود. او با این کار که زندگیش را دگرگون کرد، هر خطری را به جون خرید. از جمله خطر به زندون رفتن رو. حالا ماجرای او به صورت یک فیلم سینمایی در اومده. ولی سوال اینه که بعد از 16 سال آیا دیدگاهش عوض شده؟ استیون ساکر در این برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی با کاترینگان گفتگو کرده است. کاترین به هارتاک خوش اومدیم. خیلی ممنونم. شما امروز برای نمایش فیلمی مورد توجه مردم هستید که موضوعش تصمیم سازی یک 16 سال پیش گرفتید. درباره فیلم مفصل صحبت میکنیم. اما در ابتدا میخوام بدونم آیا براتون خوشاینده که باز در کانون توجه قرار دارید یا از این بابت معذب هستید؟ معصب نیستم البته خوشایندم هم نیست اما به طور حتم جالبه دلیل اصلی اینکه ایده فیلم رو پذیرفتم و چیزی که باعث میشه خودم رو عمیقا سپاسگزار گابین هود کارگردان و جد داهتی تهیه کننده این فیلم بدونم اینه که به حقیقت وفادار موندن بیشتر چیزایی که در فیلم مطرح میشه و همه محتوای اون عین حقیقته و برابر این کار من این بود که مسائل رو بازگو و بازبینی کنم و امیدوارم کاری کرده باشیم که دیگران به اون دوران فکر کنند و به این بپردازن که اون زمان چه گذشت و حالا داره چه اتفاقی میفته فیلم به طور حتم این کار کرد رو داره و مردم رو به مرور گذشته وامی داره نام فیلم اسرار رسمیه و کیرا نایتلی نقش شما رو در سال 2003 ایفا کرده به نظر من مهمه که حتی پیش از دیگران شما رو به گذشته ببریم و بپرسیم که در اون وقت چجور آدمی بودید و چی شد که تصمیم گرفتید جاسوس بشید چون کاری که در سال 2003 انجام میدادید همین بود من کارمند دولت بودم بله ولی کار مخفیانه کردن متحد بودن به قانون اسرار رسمی درسته ده. چرا خواستید وارد چنین ای بشید خب زمانی که از دانشگاه فرق و تحصیل شدم دو زبانه بودم به زبانهای ماندارین و چینی مسلط بودم و کمی هم ژاپنی می‌دونستم و دنبال کار میگشتم اما اصلا نمیخواستم وارد دنیای کسب و کار بشم امور مالی برام جالب نبود بنابراین بعد از دو سال تدریس انگلیسی در ژاپن به اینجا برگشتم و در جستجوی کار بودم بعد یه آگهی در گاردین دیدم از GCHQ برای استخدام گوینده های زبان ماندارین توضیحی در مورد نوع کار داده نشده بود فقط گفته بودم به کسانی که مثلا به زبانهای ماندارین عربی و روسی مسلط باشن نیاز دارن و من فکر کردم چه جالب میرم و در مصاحبه شرکت میکنم و برای استخدام فرم پر میکنم وقتی وارد اونجا شدم محیط خوشایند چلتنم قافل گیرم کرد و تحت تاثیر قرار گرفتم فضای بیرون شهر زیبا بود و آدمای خیلی خوش برخوردی بودن منم به خودم گفتم چه جایی بهتر از این اما با توجه به اون چه کمی بد پیش اومد برای من سواله که آیا نگران نبودید که شاید به دلیل بخشی از وظایفی که عهدهدار می شدید بدنام بشید؟ um... راستش نه چندان نگران کاری که میکردم نبودم کاری که در بخش خودم انجام میدادم هیچ ربطی به جنگ اراق نداشت و من احساس میکردم ما کاری را داریم انجام میدیم که میبایست انجام بدیم می تا دولت بریتانیا آسونتر انجام وظیفه کاره و همه کارمون هم در محدوده روش های قانونی بود به جنگ عراق اشاره کردید و البته دورانی که دربارش صحبت می کنیم اوایل سال 2003 و پیش از جنگ. همونطور که گفتید شما هر روز سر کار می رفتید و موضوع جنگ مشخصا محور فعالیتاتون نبود. با این حال آیا فردی سیاسی بودید و گرایش ها و نگرش سیاسی خودتون رو داشتید؟ احساساتتون چطور پیدا شد؟ آیا پیش از رویدادی که مفصل به اون خواهیم پرداخت کسی بودید که بشه اون رو ضد جنگ خوند؟ ضد جنگ عراق؟ فکر میکنم پیش از شروع جنگ عراق این گرایش حتما در من پیدا شده بود که راجع به موضوعات روز بخونم وقتی که جنگ عراق برای اولین بار علنی مطرح شد وقتی که در بحثای مربوط به جنگ علیه تروریسم موضوع عراق عنوان شد من هم به فکر افتادم و مثل بسیاری افراد دیگه خیلی کنجکاو بودم که چرا نام عراق دوباره مطرح میشه منظورم این که موضوع حمله به افغانستان برام چندان جای سوال نبود اما در اون مقطع این سوال مطرح بود که چرا در این قضیه پای عراق رو به میون میکشند پس در این مورد مطالعه کردم مطالبی رو که ناشرهای گوناگون منتشر کرده بودند خوندم و کتابهایی در این زمینه خریدم و واقعا سعی کردم به کنه موضوع و اتفاقات پی ببرم و به این نتیجه رسیدم که ظاهرا توجیهی برای جنگ وجود نداره و اصلا هیچ توجیهی برای جنگ نیست. بنابراین وقتی این ایمیل رو دیدم برام مثل زنگ خطر بود. اگه اشکالی نداره اجازه بدید موضوع ایمیل رو کوتاه برای مخاطبان توصیح بدم چون چیزی که شما دیدید چیزی که برای شما اومد یعنی همون ایمیل برای بسیاری از همکاراتون هم فرستاده شده بود و در GCHQ ادیه کسیری اون رو دریافت کرده بودند. ایمیلی بود از طرف یک مقام ارشد آمریکایی در سازمان امنیتی اون کشور نام اون شخص فرانک کوزا بود در ایمیل از کسانی که در کشورهای دوست آمریکا در سازمانهای اطلاعاتی از جمله در GCHQ کار میکردند درخواستی برای اطلاعات مطرح شده بود اطلاعاتی که بشه به عنوان اهرومی برای اعمال نفوذ بر دیپلماتهای ارشدی که عضو شورای امنیت سازمان ملل بودند به کار برد این دیپلماتها ها کسانی بودند که انتظار می رفت درباره قطنامی شورا در زمینه حمله به عراق رأی بدن. بگذارید جمله کوزا رو که گفته بود چه می خواست نقل کنم. من خواستار تمامی اطلاعاتی هستم که سیاست آمریکا را در موقعیتی برتر قرار دهد تا به نتایجی برسند که برای اهداف آمریکا مطلوب است. به نظر شما این درخواست به شدت نگران کننده بود؟ بله <وغط> بود <تص> چون نشون میداد نقشه ای وجود داره نقشه این بود که جنگ علیه اراق انجام بشه نقشه این بود که به هر طریق ممکن از جمله بارشفه یا اخاذی از دیپلمات های سازمان ملل مجوز جنگ صادر بشه شما می ترسیدید که اینطور بشه چون اون در ایمیلش حرفی از رشوه یا ترفندهای کثیف به میون نیاورده نه اما استنباط میشه این برداشت میشه و در ایمیل از مکاتبات داخلی و اداری صحبت شده و شش کشور مردد رو که در اون زمان عضو شورای امنیت بودن هدف قرار داده بود حالا می رسیم به تصمیم سرنوشت که موضوع اصلی فیلمه و تا حدی مسیر بعدی زندگیتون رو تعیین کرد. بعد از کنکاش های جدی و عذاباور با خود تصمیم گرفتید که محتوای ایمیل رو برملا کنید. با این مسئله به صورت موضوعی در اون سازمانی برخورد نکردید و نگرانی های جدیتون رو با مسئولان فرادست در میون نگذاشتید. بلکه تصمیم گرفتید که ایمیل رو برملا کنید. بله، بله. چرا؟ Well, the war was... جنگ قریب الوقوع بود از همه قرائن میشد فهمید که ظرف یک ماه حمله شروع میشه و اگر میخواستم اون سازمانی اقدام کنم واقعا بعید بود نتیجه داشته باشه ما در آمریکا و انگلیس های فراوانی از مقاماتی داریم که موضوعی را در سطح داخلی دنبال کردند و فقط به اونها گفته شده که خودشون هم زیر نظرند اجازه بدید جمله ای رو از سر دیوید پپر رئیس پیشین جی سی نقل کنم مطمئن نیستم زمانی که شما اونجا بودید اون رئیس بوده باشه فکر می کنم بود بله فکر کنم بود اون گفته به نظرش کاری که شما کردید و این جمله اونه سخت تکان دهنده بود و در ادامه گفته فکر این که کسی از خانواده ما و افسوده تصور نکنید واژه خانواده رو همینطوری به کار میبرم وقتی هزارها نفر در کنار هم کار میکنند مثل خانواده هستند وزیر پا گذاشتن اعتماد بین اونها کاری به راستی تکان دهنده است بقیه اون نمی باید سخن خانواده رو به بیرون منتقل می کردید خب من کم و بیش دیدگاه او رو درک می کردم چون همین احساس رو داشتم که با اقدام هم همکارانم رو دل سرد می کنم. به خصوص که وقتی من از محل کار بیرون بردم و می که من مسلط به زبان ماندارین هستم و اونا فقط چند کارمند مسلط به ماندارین داشتن که وجودش رو قنیمت می دونستن. با این حال مسئله ما این نیست که فضای گرم خانواده رو حفظ کنیم اگر شما ببینید که کاری غیرقانونی غیر اخلاقیه و در ارتباط با جنگی قریب الوقوع جنگی که هنوز رخ نداده اما به زودی رخ میده و ببینید که اون چیز شاید مسیر حوادث رو عوض کنه یا جنگ رو به تعویق بیاندازه به نظرم وظیفه دارید که کاری بکنید و اون اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدید این تشخیص شما بود که اون چیز به گفته خودتون غیر اخلاقی و غیر قانونیه. نه فقط به گفته من، منظورم اینه که نکته همینه. شما برای دولت بریتانیا کار میکردید. پایبندی به قانون اسرار رسمی رو امضا کرده بودید. به عبارت دیگه زندگی حرفه‌ای خودتون رو وقف دولت بریتانیا کرده بودید و با این حال احساس کردید که حق دارید ارزیابی کاملا شخصی خودتون رو ملاک قرار بدید و تصمیم بگیرید. تصمیمی که مبتنی بر شناختی نسبی بود. البته که نمیتونستید همه اطلاعات ای رو داشته باشید. آیا جاسوسی کردن در درباره دیپلمات سازمان ملل قانونی یا غیر قانونی بر اساس منشور سازمان ملل این کار خلاف قانونی آیا دروغ گفتن به مردم به منظور به دست آوردن مجوز سازمان ملل برای جنگ کاری قانونی یا برخلاف خلاف قانونی اینها پرسش های بنیادی است که باید واکاوی بشه و پاسخ درستی براشون پیدا بشه آیا عملیات علیه عراق قانونی بود یا غیر قانونی بقیده من به دلیل اون چه از محتوای ایمیل برمی غیرقانونی بود بگذارید ادامه ماجرا رو بر اساس روایت فیلم دنبال کنیم و ببینیم بعد چی شد ظرف یک ماه یا چیزی در این حدود روزنامه ابزرور ایمیلی رو که شما فاش کرده بودید با حروف دروش روی صفحه اولش منتشر کرد خبر بسیار بحث برانگیزی بود شما مستقیما مطلب رو در اختیار این روزنامه نگذاشتید بلکه به دوستی گفتید و اونم ماجرا رو با دوستی دیگه در میان و سرانجام انجام داستان به روزنامه رسید و البته شما هم وقتی خودتون روزنامه رو باز کردید با دیدن مطلب شگفت زده شدید چون نمی‌دونستید که قرار بوده کی منتشر بشه داره. به این ترتیب بود که تعقیب همه اون افراد شروع میشه حالا برای اینکه خاتبان بدونن ماجرا از چه قرار بوده بذارید بخشی از فیلم رو ببینیم که به مقطعیه که تعقیب همه افراد کلید میخورد <applause> <applause> یک نفر در این ساختمان به دولت و کشور خود خیانت کرده من مطمئنم که اون شخص در این بخش از اداره نیست اما از امروز دایره امنیت داخلی با تک تک شما گفتگو خواهد کرد اگر چیزی میدونید یا به کسی سوء دارید بر اساس سوگندی که خوردید موظف هستید دربارهش حرف بزنید اگه این کارو نکنید و مشخص بشه از بیان اطلاعاتی که داشتید خودداری کردید متهم به نقض قانون اسرار رسمی خواهید شد نمای نزدیکی بود از چهره کیرانایتلی که نقش شما کاترین گان رو ایفا کرده بله همینطوره وقتی فیلم رو تماشا می حالا که 16 سال از ماجرا گذشته آیا شما رو به یاد اون روزا میندازه چیزی رو در شما بیدار میکنه خب هم بله و هم نه منظورم اینه که چهره او بسیار گویا و پر و من بیشتر با شخصیت او همزاد پنداری میکنم تا با خودم راستش بگم اگر ناگزیر بودم که ده سال پیش چنین کاری بکنم از دوتش بر نمی آمدم. اما حالا که تا حدی از گذشتم جدا شدم و تا حدی هم به پختگی رسیدم چون حالا چهار و چهار سالمه و یه فرزند دارم. بنابراین فکر می کنم همه این مسائل باعث شده سمجد. حرف زدن درباره موضوع برای شما آسان‌تر بشه و راجع به اون بی‌طرف‌تر باشید بله قطعاً. بگذارید به تعقیب بپرسم چون در فیلم زمانی هست که رؤسای جی سی یک معمور ارشد تحقیق رو به کار می‌گیرن و آزمایش‌های دروغ‌سنجی انجام میدن. این همون مقطعیه که شما به نتیجه می‌رسید که باید اعتراف کنید و تا حدی به این دلیل که معلومه از تاثیر موضوع بر زندگی دوستان، همکاران و سازمان ناراحت هستید. آیا تا حدی هم ترس نبود که به اعترافتون منجر شد؟ So was it partly fear that led to your confession? فکر میکنم تا حدی ترس وجود داشت ترس از اینکه پیش از اون که اعتراف کنم به کاری که کرده بودم پی ببرند و البته این خیلی بدتر بود در این حال احساس میکردم که دیگه نمیتونم نقش خودم رو انکار کنم احساس میکردم نمیتونم همچنان سر کار برم و وانمود کنم هیچ کاری نکردم و بیگناهم و روال معمول رو ادامه بدم. به همین دلیل احساس کردم که باید اعتراف کنم و برای کاری که کردم پاسخگو باشم. بگذارید بخش دیگه ای از فیلم رو ببینیم. شاید این یکی از مهمترین صحنه ها باشه چون به کنه انگیزه شما میپردازه و در اون یک کاراگاه که مصمم حقیقت رو کشف کنه از شما بازجویی میکنه و در این حال سعی داره انگیزه ارتکاب کاری که کردید رو به شما نسبت بده. Motivation for what, what done. شما برای دولت بریتانیا کار میکنید؟ <سؤال> <سؤال> نه، در واقع اینطور نیست دولت ها تغییر میکنن من برای مردم بریتانیا کار میکنم من اطلاعات رو جمع وری تا دولت بتونه از مردم بریتانیا محافظت کنه من اطلاعات رو برای این جمع وری که دولت به مردم دروغ بگه <تصفيق> <تصفيق> چه سراحت فوق‌العاده‌ای در این کلام هست و البته معلومه که در فیلم ها متن فیلمنامه رو طوری نویسند که لب به کلام گفته بشه اما در ادامه صحنه‌ای که دیدیم می‌خوام جمله مقاله نویسی به نام ملانی فیلیپس در روزنامه تایمز رو براتون نقل کنم بعد از اینکه موضوع فیلم اعلام شد نمیدونم اون رو تماشا کرده یا نه اون نوشت کاترینگان میخواست جنگ رو متوقف کنه چون با اون مخالف بود و فکر میکرد جنگ بر دروغ شکل گرفته اما یک مقام غیر منتخب حق نداره فکر کنه که قضاوت اون در مورد منافع ملی بالاتر از قضاوت دولته نظر شما در مورد این حرف چیه خب فکر نمی کنم در زمانی که او این مقاله رو نوشته فیلم رو دیده باشه برای من درک این نوع ذهنیت بسیار دشواره چون همه ای ما دادرسی های نورنبگ رو به یاد داریم فکر می کنم مشکل این نوع نگاه اینه که معتقد ما باید هر چیز رو همونطور که هست بپذیریم و همواره باور کنیم که نمایندگان منتخب ما در جهت منافع ما اقدام می کنند پاسخ من واقعا اینه که حمله به عراق در جهت منافع مردم ما نبود در واقع سرویس مخفی ما MI5 سازمان اطلاعات بریتانیا پیش از شروع جنگ اطلاعاتی رو منتشر کرد که در اصل خطر تروریسم در کشور افزایش داد فکر می کنم من اون نوع استدلال رو نمیپذیرم و این با توجه به کاری که کردم روشنه در ضمن حرف دیگرم اینه که من فقط یک جز از اطلاعات منتشر کردم که مربوط بود به همون عملیات ویژه که به شدت نگرانش بودم چون عملیاتی غیرقانونی و مربوط به جنگی غیرقانونی بود. Yes. But it, even as بله اما حتی حالا که دارید اینها رو میگید چیزی که منو به تعجب واداشته موقعیت شما در اون زمان در سال 2003 بود شما چند ساله بودید یک زن جوان شاغل در شروع زندگی ایش احتمالاً برای شما بار خاطر بسیار سنگینی بوده و فشار فوقالعاده رو تجربه کردید وقتی که با خودتون میگفتید من شاهد چیزی هستم که اونقدر نامعمول و غیرقابل دفاعی که باید سوگند خودم رو بشکنم برخلاف خلاف قانون عمل کنم و حتما اگه کاری رو که درست میدونم انجام بدم دنیا به روم آوار خواهد شد این فشار تا چند اندازه بود <applause> شاید باور کردنش سخت باشه اما من به این چیزا فکر نمی کردم تنها چیزی که می دیدم جنگی بود که ممکن بود هر آن شروع بشه نگاه هم, هم مثل نگاه کسی بود که در تونل فقط یک نقطه می بینه یا مثل اسب مسابقه که چشم بند داره تا فقط در یک مسیر بدوه به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم و تنها چیزی که میخواستم این بود که اون اطلاعات رو به صورت ناشناس منتشر کنم و امیدوار بودم هویتم فاش نشه میخواستم اطلاعات رو ناشناس پاش کنم تا کاری کرده باشم که پیش از شروع جلوی اون جنگ وحشتناک رو بگیرم و بعد زندگی عادی خودم را در گمنامی دنبال کنم این چیزی بود که به اون امید داشتم آیا بعد از اتفاقاتی که افتاد و در نهایت شما بر اساس قانون اسرار رسمی متهم شناخته شدید و ماهها طول کشید تا دولت پرونده تشکیل بده و وکلای شما هم دفاعیاتشون رو تهیه کردند و این بسیار مهم بود چون وکلای شما احساس کردند که اگه ثابت کنن جنگ غیر قانونی بوده میتونن این فاز رو که شما قانون شکنی کردید به چالش بگیرن و برای این کار به مدرکی از دولت نیاز داشتن از جمله اون توصیه بحثانگیز حقوقی به گروهی از دولتی ها که پیش از جنگ دریافت کرده بودند که هنوز فاش نشده بود که نشده بود و محرمانه بود با این حساب وقتی زمان محاکمه شد شما در دادگاه بودید و منتظر شروع اون و دولت ناگهان اعلام میکنه که مدرک رو ارائه نخواهد کرد به عبارت دیگه دعوا علیه شما منتفی شد بله آیا ته دلتون حتی به اندازه ذره ای میل داشتید که مبارزه در دادگاه صورت بگیره تا بتونید اونچه رو که به زعم خودتون ماهیت غیرقانونی جنگ بود برملا کنید باید بگم که بیشتر از یک ذره مایه بودم البته که خیلی خیالم راحت شد چون درگیر بودن در یک محاکمه پر سر و صدای سیاسی در دادگاه کیفری مرکزی حریم شخصی آدم رو به کلی خدشدار میکنه اما از طرف دیگه احساس کردم این فرصتی است که بشه خیلی موضوعهای دیگر رو به چالش گرفت گروه حقوقی ما بسیار پرشور بود و اگر این اتفاق میافتاد ما میتونستیم یه سابقه حقوقی به جا بذاریم میتونستیم جنگ عراق را به محاکمه بکشونیم میتونستیم این همون چیزی بود که میخواستید مگه نه و ما میخواستیم داستان کل نظر حقوقی بده. در ضمن الیزابت ویلمز مشاور حقوقی وقت در وزارت امور خارجه خودش گفته بود که اگر ناگزیر بشه به دادگاه بره و سوگند بخوره که اختلاف نظر وجود داشته این کارو خواهد کرد. شاید بینندگان شما به یاد داشته باشند که او پیش از حمله به عراق استعفا کرد. او یک مقام ارشد حقوقی در دولت بود و به دلیل نگرانی‌های جدیش کنارگیری کرد. در اصل برای این کنار گیری کرد که داستان کل پس از اون که به آمریکا رفت و برگشت، نظری متفاوت با نظر او داشت. بگذارید این سال رو بپرسم. وقتی حالا این فیلم رو تماشا میکنید، آیا هیچ احساس میکنید که باید کار دیگه ای میکردید و جور دیگه ای رفتار میکردید؟ آیا 16 سال پس از اون ماجرا، صد درصد اعتقاد دارید که کار درستی کردید؟ فکر می کنم تنها کاری که ممکن بود جور دیگه ای انجام بدم همونه که مارتین برایت روزنامه نگار امیدوار بود انجام بدم اون همون خبرنگار آبزروره که داستان رو برای اولین بار منتشر کرد درسته شاید بهتر بود شخصا پیش اونا میرفتم چون اونا ناچار شدند وقت زیادی رو برای راستی آزمایی محتوای اون ایمیل هدر بدن و من اگر زودتر پیش رفته بودم شاید وقت کافی داشتن که از ماجرا دفاع بیشتری بکنن و اون رو خیلی موثرتر به آگاهی مردم برسونن شاید این سال رو کم و بیش پرسیده باشم نمیدونم هیچ احساس کردید که شکست خوردید در مورد احساسات شدید شما در زمانی که موضوع به دادگاه کشیده شد صحبت کردیم میخواستید جنگ عراق رو به محاکمه بکشید اما واقعیت اینه که عملیات جنگ پیش رفت و شما به هیچ وجه نتونستید با اون افشاگری حقوقی خودتون از جوشش جنگ کم کنید. بوش و بلر بدون قطنامی دوم شورای امنیت راهی جنگ شدن و همه ما میدونیم که از اون به چی شد. آیا از این نظر احساس شکست کنید؟ من اندوه عمیقی حس نمی گم شکست. شاید مقطعی بوده که احساس کردم شکست خوردم به خصوص اون روزی که بمباران شروع شد و من حوادث رو در تلویزیون می‌دیدم اما چیزی که تسکینم میده اینه که اونها هیچ وقت نتونستن جنگ رو موجه جلوه بدن هیچ وقت نتونستن مجوز سازمان ملل رو به دست بیارن به محض که افشاگری به گوش مردم رسید خصوصا در جایی مثل شیلی قاطعانه از همکاری با هر نوع مجوز دیگه ای سازمان ملل خودداری شد بنابراین اونها از دست یافتن به هر نوع پوشش قانونی برای اقدام خودشون محروم شدن. و این چیزی بود که سخت تلاش میکردن به دست بیارن بگذارید پیش از پایان مصاحبه سوالی در مورد افشاگری بپرسم شما با کاری که کردید به رسم دیرپای افشاگرانی عمل کردید که درون یک نظام گاهی یک دولت و گاهی هم سازمانها و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کار می کنن و با دیدن چیزی یا رفتاری غیر قابل قبول اون رو برملا می کنند یا به شکلی به گوش دیگران می رسنن. مثلا دانیل السبرگ رو داشتیم که اوراق پنتاگون رو منتشر کرد اون شما رو به شدت ستایش کرده این اواخر نمونه دیگری بودند چلسی منین گرفته تا ادوارد سنودن و حتی افشاگر سازمان سیا که به تازگی ماجرای تلفن دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین رو فاش کرد آیا با این شکل‌های گوناگون افشاگری احساس نزدیکی می‌کنید مسلما اینو درک می‌کنم که این افشاگرها متحمل خیلی سختی‌ها شدن و بسیاری از اونا خیلی بیشتر از من رنج و ناراحتی تحمل کردن فکر می‌کنم سوال اصلی برای ما باید این باشه که آیا این نظام داره درست کار می‌کنه یا نه ما انسان‌های بسیار شریفی داریم چه زن چه مرد من این رو تشخیص دادم و خیلی ها هم با من تماس گرفتن و گفتن که در سازمان هایی که برای پایبندی به قانون اسرار رسمی از اونها تعهد گرفته شده کار کردند و چیزهایی دیدن که میل داشتن به اطلاع مردم برسونند با این حال همیشه ترجیح دادن که قبل از افشای اطلاعات اول خانواده و آینده شغلی خودشون رو در نظر بگیرن چرا اینطوره دلیل اینکه نمیخوان اطلاعاتشون رو فاش کنن کاملا قابل درکه چون از قانون اسرار رسمی میترسن این قانون به قدری سخت ایران است که هیچ دفاعی در برابر اون وجود نداره اساسا مفهوم اون اینه که هر کسی که به این قانون متحد بشه هرگز نمیتونه و نباید درباره هر چیزی که میبینه حرف بزنه و در یک حکومت مردم سالار لیبرال چنین پدیده نامعقوله کاترینگان لطف کردید که به هارتاک اومدید بسیار ممنونم من هم از شما ممنونم